در ابتدای سالهای 80 قرن گذشته یک گروه جوانان به ادبیات تاجیک وارد شدند که به عنوان نویسندگان تازه نظر معرفی می شدند. محمد زمان صالح از شماری آن نویسندگان جوان بود که در نثر معاصر تاجیک قالب شکنی می کردند و موضوعهای نثر را از دیگر روزنه به خواننده پیشنهاد می کردند. مخصوصا در ژانر قصه، پویست و حکایه، داستان می گوینه، حکایه می گوینه، داستان کوتاه همین ها همین ادبیات ما من از نگاه من با یک زینه بلندتر برآورده از نگاه دیگر یکی از همین ها محمد زمان صالح بود با محمد زمان صالح از این رده اگر گیریم وای با یک راه ویژه خودش رفت که رخدادهای و گذشته تاریخی ما و حادثه های تاریخی با واسطه به تاریخ ملت و فرهنگ و ادبیاتش وای با یک نگاه ویژه خودش بر رشته تصویر کشید. اونجا وای های عامل های یا گریم وای های اسطوروی داخل کرد. آگاهی عمیق به ادبیات و رویه های ایجاد اثرهای منصور در تغییر نگاه محمد زمان صالح در ایجاد اثرهایش نقش داشت. محمد زمان صالح یک نویسنده بسیار پرمطالعه شناخته شده بود در جامعه ما، خصوصا مطالعات در تاریخ ملی ما که محصول همه کارهای پیشینش در رمان بسیار مفصل دیوار خراسان خلاصه می شد و یکی از اثرهای ارزشمند ادبیات ما نثر نوین ما در خودشناسی ملی رمان تاریخی به شمار می رود. اوج هنر نویسندگی محمد زمان صالح را بر رمان تاریخی او دیوار خراسان بستگی می دهند. این رمان به جایزه بلندترین ادبی جایزه رودکی پیشنهاد شده و این مناسبت از طرف منقدان و خوانندگان بهای بلند گرفته بود. یکم شکل این رمان یک اندازه تازه است و اون معنی که اون در شکل اثری نمایشی نوشته شده است که نو سیناریو برای نوشته شده است و این گرفته این کس در شکل یک رمان تکمیل داده است و وسعت داده است و اون اسلوب یک اندازه برای فشرده گفتن مقصدها برای متوجه شدن بد خودی انسان و قهرمان اساسی سبب شده است. به قول دوستان و پیوندان و ادیبان تاجیک اصلا جنگ داخلی کشور به جریان زندگی ادیب عارف و فیلسوف تأثیر منفی رساند که بعدا در بین مردم کم ظاهر می شد و یک زندگی گوشنشین عارفانه را اختیار کرده بود. این فرصتی بود که به آموزش زندگی نامه پیامبر اسلام رو آورده بود و می خواست رمانی درباره سالهای آخر عمر پیامبر محمد نویسد. محمد زمان بیشتر به ادبیات کلاسیکی ما مشغول بود، ادبیات کهن و باستانی ما مشغول بود و من گمان میکنم که از نظر اخلاق و آداب هم بهترین چیزهایی که در ادبیات کلاسیکی ما گفته شده هست در خودش تربیت کرده بود و از روی همون زندگی میکرد. محمد زمان صالح در پایان عمرش تألیف اثری بزرگی دیگرش به عنوان کروش کبیر را شروع کرده بود. بعضی از پاره های کروش کبیر را نوشت و میخواست آن را به آخر رساند. در همین میان بیمار شد و در زمستان سال 2009 در سن 58 سالگی از عالم درگذشت.